پیام دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها. محبت نور است در هر خانه بتابد. این صدای رادیوی پیام دوست است. با دلی پر مهر و خالی از هر شایبه به شما شنوندگان گرامی درود می فرستیم و خوش آمد می گوییم. شکوه رضایی هستم. امیدوارم پدران، مادران و کودکان عزیز آماده شنیدن برنامه امروز باشند. با تلفن 703-671-828-828 می توانید نظریاتتان را با ما در میان بگذارید. دوستان عزیز، در آغاز برنامه اجازه بدهید هدیه همیشگی من را تقدیم شنوندگان کوچولوی خودمان بکنیم. هدیه آنها این بیان از حضرت عبدالبها است که می‌فرمایند: خدایا، این اطفال دردانه‌اند، در آغوش صدف عنایت پرورش ده. خب اینک دوستان عزیز، بپردازیم به صحبت بین خودمان. در جامعه های کهنه و سنتی شنوندگان ارجمند، معمولاً کودک مقام و منزلت خاصی نداشت و تصور بزرگسالان آن بود که کودکان نوعی مینیاتور یا مدل کوچک شده بزرگسالان هستند. میتوان گفت تنها در نیمه دوم قرن 19 بود که برای نخستین بار خصوصاً در ممالک پیشرفته مغرب زمین به پایگاه و حقوق کودکان توجه شد و حق بهره‌مندی از سواد را برای همه اطفال اعم از غنی و فقیر به تدریج شناختند و بعدها موضوع محدودیت قانونی برای کار کودکان نیز مطرح گردید. از حدود اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 مطالعات علمی در مورد روانشناسی کودکان به منظور شناخت جهان خاص آنان مطمح نظر دانشمندان قرار گرفت و متفکران و مربیانی چند لزوم توجه به احوال و احتیاجات مخصوص اطفال و رعایت و ملاحظه آنان را یادآور شدند. اما به خصوص در قرن 20 بود که روانشناسی کودکان به طور جدی آغاز شد و توفیق شناسایی یک جهان تازه از طریق این مطالعات حاصل آمد و از حدود سال 1935 بوده است که بیشترین نتایج از روانشناسی کودکان به دست آمده و معلومات ذی قیمتی در مورد ادراکات، عواطف، شخصیت و تحول روانی کودکان در دسترس پژوهندگان و پژوهشگران قرار گرفته است. به این ترتیب شنوندگان عزیز، می‌بینیم که کودکان که امروز در موردشان مطالعات فراوانی شده و می‌شود و شناخت بشر از این گوهرهای پرارزش روز به روز زیادت می‌گیرد، چه سرمایه‌های گرانقدر و پر اهمیتی در جهانند و ما مادران و پدران که این گوهرها را می‌پروریم چه مسئولیت بزرگی بر دوش داریم. در حفظ این دردانه ها بکوشیم که جهان روی روشنی بیند. با برنامه امروز ما همراه باشید. بهارم دخترم از خواب برخیز، شکرخندی بزن شوری برانگیز. گل اقبال من ای غنچه ناز، بهار آمد تو هم با او بیامیز. بهارم دخترم آغوش وا کن که از هر گوشه گل
آغوش وا کرد. زمستان ملال‌انگیز بگذشت، بهاران خنده بر لب آشنا کرد. بهارم دخترم، صحرا هیاهوست، چمن زیر پر و بال پرستوست، کبود آسمان همرنگ دریاست، کبود چشم تو زیباتر از اوست. بهارم دخترم، دست طبیعت اگر از ابرها گوهر ببارد، وگر از هر گلش جوشد بهاری، بهاری از تو زیباتر نیارد. بهارم دخترم، چون خنده صبح امیدی میدمد در خنده تو، به چشم خیشتن میبینم از دور بهار دلکش آینده تو. به صدای رادیوی پیام دوست گوش میکنید. خب کوچولوهای عزیز، نوبت میرسه به برنامه ویژه شما. سراپا گوش باشید و بشنوید. عمورزوان و بچه ها بچه های عزیز، عمورزوان هستم. حالتون چطوره؟ خوب خوب که هستین انشالله. امیدوارم اینطور باشه، مخصوصا بچه های عزیزی که به مدرسه میرن و این روزا خودشونو برای امتحانا آماده میکنن. آرزو دارم که همه این عزیزا با نتایج خوبی امتحانای خودشونو بگذرونن و موفق بشن. قصه هفته قبل رو که بیاد دارین؟ قصه خانم موشه و آقا گربه رو میگم. ما از اون قصه چی فهمیدیم؟ فهمیدیم که آدما باید با هم دوست باشن و به هم محبت کنن و دشمنی رو به کلی کنار بذارن. راستی بچه ها، هیچ وقت به فکر افتادین که به دیگران کمک کنین؟ مطمئن هستم که بارها در زندگی شما این مسئله پیش آمده که نه تنها به فکر کمک به دوستانتون بودین، بلکه عملا هم این کار رو انجام دادین و از اون لذت بردین. کمک به دیگران یکی از اخلاقای خوب و پسندیده انسان هست. یادم هست وقتی به سن بعضی از شماها بودم، یعنی وقتی به مدرسه می رفتم، خیلی سالا پیش رو میگم، حدود 50 سال پیش، هر روز امتحان داشتیم، روز قبلش معلم ها یادآوری می کردن که فردا امتحان است و باید هر کس ورقه امتحانی با خودش بیاره. منم هر وقت به مادرم میگفتم که به من یه ورقه امتحانی بده، او 2 ورقه میداد. او میگفت یه ورقه اضافه تو کیفت بذار باشه
که اگر احیانا یکی از دوستا و همکلاسیات فراموش کرده بود ورقه بیاره، تو بتونی به او کمک کنی. و من مدتها این ورقه اضافی رو با خودم می بردم، ولی چون همه بچه ها ورقه آورده بودن باز اونو بر می گردوندم. ولی باز دفعه بعد که از مادرم یه ورقه می خواستم، او دوتا ورقه به من می داد و حرف خودش رو تکرار میکرد که یه ورقه اضافی در کیفت بذار باشه، که اگر یکی از دوستا و همکلاسیات فراموش کرده بود ورقه بیاره، تو بتونی به او کمک کنی. تا اینکه یه روز، خب حالا میخواییم بدونین اون روز چی شد؟ اول با هم به یه قصه دیگه از خانم اهدیه گوش کنیم که به این موضوع هم ربط پیدا میکنه، تا بعد بیام و براتون بگم که چی شد. بچه های عزیزم، امیدوارم که همتون خوب و خوشحال باشید. حتما برای شنیدن قصه امروز خودتون رو حاضر کردین. یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. یه روزی ترانه که دخترک خیلی خوبی بود، از مامانش خواهش کرد که برن با هم بیرون توی خیابونا کمی گردش کنن. مامان ترانه قبول کرد و قرار شد همون روز عصر وقتی ترانه از مدرسه برگشت با هم برن گردش. خب عصر رسید و وقتی از مدرسه اومد، ترانه خیلی خوشحال لباسشو عوض کرد و با مامانش رفتن بیرون. توی یکی از خیابونا جلوی یه فروشگاه خیلی بزرگی ترانه وایساد و به مامانش گفت: آی مامان، نگاه کن چه فروشگاه بزرگیه. آره عزیزم، خیلی بزرگه، اسباب بازیای قشنگی هم داره. ببین اون عروسکه رو می‌بینی؟ بله که می‌بینم. مامان برام می‌خری؟ عزیزم خیلی متاسفم، الان نمیتونم برات بگیرم. قیمتش رو نگاه کن، خیلی گرونه. ولی خب تو هر هفته از بابا پول میگیری، نه؟ پولاتو جمع کن، بعد اون وقت خودت میتونی عروسکه رو بخری. آه مامان، پس خیلی باید صبر کنم. باشه، پس از فردا شروع میکنم به پسنداز کردن. آفرین دختر خوبم. خلاصه بچه ها جون، ترانه شروع کرد به پسنداز کردن و هر هفته که از باباش پول میگرفت اونا رو میریخت توی قلکش. بعد از چند ماه یه روز رفت سر قلکش که پولاشو بشماره. وقتی پولاشو شمرد با خوشحالی گفت: اوه خدای من، الان پول به اندازه کافی دارم، میتونم عروسکه رو بخرم. مامان جون، مامان جون. جانم چیه عزیزم؟ نگاه کن ببین چقدر پول جمع کردم. به به، آفرین. نه با من حالا عروسکه رو بخریم؟ بله، یه دقیقه صبر کن، الان لباسم رو عوض میکنم با هم بریم. ترانه و مامانش به راه افتادن و یک راست رفتن سراغ همون فروشگاه بزرگی که عروسک قشنگ رو اونجا دیده بودن. قبل از اینکه به فروشگاه برسن، چشمشون به یه دختر بچه کوچولوی افتاد که کنار یک داروخانه، یعنی اونجایی که دوا می فروشن، نشسته بود و گریه می کرد. آخیش مامان، چرا دختره داره اینقدر گریه می کنه؟ آره ولی نمی دونم چرا. بهتره بریم ازش بپرسیم چشه، شاید بتونیم کمکش کنیم. ببینم دختر کوچولو، چت عزیزم، چرا اینطوری گریه میکنی؟ چی شده؟ کسی اذیتت کرده؟ نه کسی اذیتم نکرده. پس چیه؟ چرا گریه میکنی؟
رفتم برای مامانم دوا بخارم، پولم کم اومده، بهم دوا ندادن. مامانم خیلی مریضه، حالش خیلی بده. مامان اجازه میدی من این پولمو به این دختر بدم که بره برای مامانش دوا بخره؟ ولی مگه تو نمیخواستی با پولت عروسک بخری؟ آره مامان، ولی من به عروسک خیلی احتیاج ندارم، ولی این دختر بیچاره احتیاج داره که برای مامانش دوا بخره. من میتونم دوباره پول جمع کنم و بعدا عروسک رو میخرم. آفرین دختر عزیزم، این نشون میده که تو چقدر خوشقلب و مهربونی. حتما این کارو بکن، چون خدا هم ازت راضی میشه. بیا دختر کوچولو، این پول منو بگیر، برو برای مامانت دوا بخر. دیگه گریه نکنی ها. تو این پولا رو به من میدی؟ همش مال من؟ خیلی ممنونم. تو چقدر بچه خوبی هستی. من هیچ وقت دیگه تو رو فراموش نمیکنم. حالا من مطمئنم مامانم حالش خوب میشه. خب ترانه جون، حالا باید دوباره پول جمع کنی که عروسک رو بخری. حالا یه سوالی ازت دارم. اگر پولتو جمع کردی و دوباره یه نفر رو ببینی که به پول احتیاج داشت، پولتو دوباره بهش میدی؟ البته مامان، اگه ببینم احتیاج داره و شما به من اجازه بدی، پولم رو بهش میدم. من الان که این کارو کردم خیلی خوشحالم. البته عزیزم، کاملا درسته. وقتی آدم به فقیرا که واقعا احتیاج دارن، نه اونایی که گدایی میکنن، کمک میکنه، خودش از همه بیشتر خوشحال میشه. بله بچه ها جون، ترانه کوچولوی ما خیلی دختر مهربون و بخشندهی بود، چون اون چه که خودش دوست داشت و میخواست باهاش بازی کنه فراموش کرد و همه پولی که پس انداز کرده بود به دختر بچه فقیر داد تا اون بچه رو خوشحال کنه. تازه بعدشم از کاری که کرده بود خیلی خوشحال بود. این کار ترانه واقعا فداکاری بزرگی بود. بچه های عزیز، عجب قصه قشنگی گوش کردین. از خانم عهدیه خیلی متشکریم که این قصه رو برای ما تعریف کردن. خب بچه های نازنین، مطمئنم که شما مثل من این نتیجه رو گرفتین که چقدر کمک به دیگران خوشحال کننده است. دیدین وقتی ترانه پولاشو به اون دختری که میخواست برای مامانش دوا بخره داد، هم اونو خوشحال کرد هم خودش خوشحال شد. کاری که ترانه کرد تنها یک کمک نبود، بلکه همونطوری که خانم عهدیه گفتن فداکاری بود، چون از خرید عروسکی که دوست داشت اونو داشته باشه و با اون بازی کنه صرف نظر کرد تا بتونه قلب دختری رو که نگران بود خوشحال کنه. آفرین به ترانه و همه شما بچه های خوبی که مثل او هستی. راستی دوستای خوبم، یادتون هست که در اول برنامه چی براتون تعریف کردم و اونو ناتمام گذاشتم؟ حالا میخواییم بدونین برای من که همیشه مادرم در روز امتحان دو تا ورقه امتحانی به من میداد چه اتفاقی افتاد؟ ها، یک روز بعد از اون که
معلم ما گفت تا برای امتحان آماده بشیم و همه مشغول بودن تا ورقه هاشون رو از توی کیفاشون در بیارن و روی میز بذارن و شروع به امتحان دادن بکنن. یه دفعه متوجه شدم که یکی از همکلاسیام که دو تا میز جلوتر از من نشسته بود با حالت نگران به دوستایی که اطرافش می نشستن میگه که بچه ها من فراموش کردم ورقه امتحانی بیارم، شما ورقه اضافی ندارین؟ او دیدم که هیچ کس ورقه اضافی نداشت تا به او کمک کنه. در این حال من ورقه ای رو که تو کیفم گذاشته بودم در آوردم و آهسته او رو صدا زدم و گفتم من ورقه اضافی دارم، بیا بگیر. و او با کمک دوستی که پشت میز وسطی میشست ورقه رو گرفت و حالت نگرانی و ناراحتی او تبدیل به یک حالت خوشحالی و آرامش شد و لبخندی هم به لباش آمد و چون شاگرد خیلی خوبی بود نمره خیلی خوبی هم از اون امتحان گرفت. بچه ها در زندگی آدم ها خصوصا وقتی به سن و سال من میرسن هزارون هزار داستان های مختلف پیش میاد که اونا همه اون ماجراها رو نمیتونن بیاد داشته باشن. فقط اونایی به یادشون میمونه که روشون تأثیر گذاشته باشه. و من حالا بعد از 50 سال حالت اون همکلاسیم رو که الان نمیدونم کجاست بیاد میارم و از این که تونستم در اون لحظه به او کمک کنم احساس لذت و خوشحالی میکنم. همیشه با خودم میگم اگر اون وقت، یعنی تو دوره کودکی، میدونستم که اینقدر این کار خوب و لذت بخشه حتما بیشتر از اون کار رو انجام میدادم. خب بچه های عزیز دیگه من باید برم. تا برنامه بعد و قصه دیگه شما رو به خدا میسپارم. با سپاس از مجریان این بخش، اینک میکروفون رو در اختیار آقای دکتر منوچهر مفیدی، همکار عزیزمان میگذاریم تا از نکات پر اهمیت اخلاقی و تربیتی که در کار تربیت فرزندانمان به کار می آید با ما سخن بگویند. با سپاس از محبت ایشان.
پدران و مادران گرامی، کودکان و جوانان عزیز، در داستانی که شنیدید نکاتی چند قابل مطالعه است، اما از لحاظ تربیتی و اخلاقی دو نکته آن در خور توجه بیشتری است: اول انضباط کودکان و دوم مسئله فقر و اهمیت دستگیری از فقرا و کمک به نیازمندان. زمانی که مثلا در همین داستان کودکی شیئی مثلا عروسکی می‌خواهد، اگر فوراً آن را در اختیارش بگذارند، این کودک تدریجاً هر چی می‌خواهد باید فوراً برایش فراهم شود، یعنی در او حالتی ایجاد می‌شود که برای اقناع و ارضاء خود آنی قادر به صبر نیست. در روانشناسی به این حالت میگویند instant gratification و در سنین بعد و بالاتر برای ارضا و اقناع خود که باید سریعاً صورت گیرد ممکن است به هر عملی ولو مخالف قانون مبادرت ورزد. بنابراین این انضباط باید از کودکی به اطفال داده شود که در برابر خواهش نفس باید مقاومت کنند و بیاموزند که خواستهای خود را قادر باشند به تأخیر بیندازند. اجازه بفرمایید به طور مختصر راجع به انضباط چند کلمه گفته شود و آنگاه به قسمت دیگر برنامه خواهیم پرداخت. اساس انضباط بر مجازات و پاداش است. برای انضباط نمیتوان قانونی برای عموم کودکان به صورت واحد وضع کرد. هر کودکی بر حسب ظرفیت روحی و حساسیت نسبت به محیط و اطرافیان باید تحت انضباط قرار گیرد. انضباط یکی از عوامل مشکلی است که به کار بردن نادرست آن برای پدر و مادر و فرزند دردناک است و در نتیجه خانواده نه تنها از آن بهره نمی‌گیرد، بلکه گرفتار اغتشاش و اضطراب و عدم امنیت می شود. ملاحظه فرمایید کودک زیر نفوذ قدرت پدر و مادر است، اما برای انضباط این قدرت باید با عدالت و خردمندی، میانه روی، عشق، تفاهم و بر پایه متانت و پیگیری اعمال شود. علم روانشناسی با پژوهش‌های دقیق به این نتیجه رسیده است که کودک در صورتی احساس امنیت و آرامش می‌کند که این قدرت با اعتدال به کار رود. اعمال زور و قدرت اگر از تعادل تجاوز نماید، کودک را مضطرب می‌کند و به خصوص قوه ابتکار او را از بین می‌برد. عدم استفاده از این قدرت و آزاد گذاردن کودک او را خودرو و بدرفتار بار می آورد. کودکان باید با مجازات در برابر رفتار بد و پاداش به خاطر رفتار خوب تربیت شوند. پاداش ممکن است با تحسین، تمجید، نوازش، تشویق و یا دادن امتیاز و هدیه انجام پذیرد. نکته دقیق آن است که هر کودکی در روز چندین بار احتیاج به نوازش و تشویق شدن دارد. آنگاه با روحی سالم و شاد روش خواهد کرد. در گفتار پیشین یادآور شد که مجازات‌های سنگین، چه با زخم زبان یعنی زجر روحی و چه با مجازات بدنی و یا حتی تماشای صحنه‌های وحشتناک، عوارضی دارد که ممکن است سالها و حتی تا پایان عمر روح کودک را معذب و اعصابش را متشنج داشته باشد. به این حالت یعنی بعد از صحنه‌های دردناک یا قربانی شدن و یا تماشای این صحنه‌ها، در روانشناسی حالاتی به وجود می آید که با آنها می گویند پست تروماتیک استرس دیزوردر. و در این حالت
کودکان علائمی دارند و حتی افراد بزرگ ممکن است این علائم را داشته باشند که دو علامت آن در خور توجه بیشتر هست و اون یادآوری خاطرات تلخ از این مجازات های سنگین است و این حالت به نحوی است که ممکن است تا آخر عمر فرد رو تحت فشار روحی قرار بدهد و نکته دقیق آن است که هرگاه شخص به هر علتی گرفتاری داشته باشد و یا تحت فشار روحی قرار داشته باشد ناخودآگاه این افکار زجر و عذاب و شکنجه دوران کودکی به او یادآور می شود به طور غیر ارادی و البته در اون حال بر فشار روحی او می افزاید. علامت دوم خوابهای وحشتناک است که در رابطه با اون مجازات ها افراد ممکن است داشته باشند. اما در کودکان یک نکته دقیق هست که این خوابهای آشفته اتفاقا در رابطه با اون شکنجه و عذاب نیست، بلکه معمولا کودکان خوابهایی از دیو، غول، اژدها و اشباح ترسناک میبینند. اگر دید خود را از خانواده برداشته و کودکان را در پهنه جهان در نظر آوریم، ملاحظه خواهید فرمود که اکثریت این کودکان معصوم با ناملایماتی روبرو هستند که هر یک از آنها می تواند آزار روحی برایشان به وجود بیاورد و بعداً برای تمام عمر این حالات با آنها باشد و اسباب اضطراب و عدم آرامش روحی فراهم آورد. مثلا در رابطه با فقر که قسمت دوم این داستانی بود که ما شنیدیم، اگر توجه بفرمایید که آمارهای جهانی که مستند هستند نشانگر آن است که تعداد کودکان فقیر در عالم از صدها میلیون تجاوز می کند. اما این کودکان فقط در حال فقر نیستند. فقر سبب می شود که مثلا بیش از 130 میلیون کودک نه تنها از غذا محروم باشند بلکه از تحصیل هم محروم باشند و آمارها نشان می دهد که حتی 60% از این محرومین از تحصیل دخترها هستند، یعنی مادران آینده‌ای که باید فرزند تربیت بکنند متاسفانه فاقد تحصیلات هستند. 30% کودکان کمتر از 5 سال سوء تغذیه دارند و این سوء تغذیه باعث بیماری‌های مختلف چه مغزی و چه جسمی می شود که فعلاً از حوصله این وقت ما خارج هست. مشکل دیگر که در گذشتم ذکر شد مسئله کار کردن کودکان به خاطر فقر هست. در حدود 500 میلیون کودک در جهان کار می کنند که در کمک به خانواده اونها هم کاری انجام داده باشند. بنابراین ملاحظه می فرمایید که این مسئله فقر یک امری است که از جهات متعدد ممکن است که کودک رو بیازارد. البته کمک به فقرا و رفاه حال آنها در ادیان و نظام‌های حاکم بر جهان تأکید شده است. اما نکته ظریفی در این داستان شنیدیم که در خور تأمل بیشتر است. به چه نحو یک کودک که با شور و اشتیاق پولی جمع کرده است و حتی وقتی را به انتظار گذرانده است که عروسکی تهیه نماید، اما در مقابل دیدن یک کودک رنجور از فقر به آسانی این خواسته خود را زیر پا می‌گذارد و عروسک را فراموش می‌کند و پول خود را برای کمک به اون طفل فقیر تقدیم می‌کند. جالب است این حالت به بهترین وجهی مواسات را برای ما مجسم می کند. شاید برخی از کودکان ندانند مواسات یعنی چه. مواسات در برابر مساوات است. مساوات یعنی اینکه همه مردم از حقوق مساوی برخوردار باشند. اما دیانت بهایی مواسات را بر مساوات ترجیح می دهد.
از این رو بهایان وظیفه اخلاقی خود می دانند که دیگران را بر خود ترجیح دهند، همسایه را بر خود مقدم دارند. و اصولا باید در انسان چنین حالتی به وجود آید که کمک کردن به دیگران و رفع حاجتی از نیازمندان را وظیفه اخلاقی و وجدانی خود بداند. به سخن دیگر، برای رعایت حال دیگران باید چنان مسئولیت اخلاقی در ما به وجود آید که مثلا اگر هم ما و هم همسایه به مالی و یا به شیء احتیاج داریم، بین خودمان و همسایه برای رفع آن احتیاج همسایه را بر خود مقدم داریم. حضرت بهاءالله در بیانی می‌فرمایند اغنیا را از ناله سحرگاهی فقرا اخبار کنید که مبادا از غفلت به هلاکت افتند. درباره اینکه این آه شبانه فقرا و ناله سحرگاهی آنها چه تأثیری در اجتماع دارد و تا چه حد سوزنده است، ادبیات فارسی بسیار غنی است از داستانها و اشعاری در این زمینه، و اجازه بفرمایید چند بیت از اشعار خواجه عبدالله انصاری رو برای شما بخوانم و در پایان برایتان روز و شب آرامی آرزو کنم. مکن که آه فقیران شبی برون تازد، فغان و ناله به عرش و ملائک اندازد. ز تیر تخش یتیمان مگر نمی ترسی، ز سوز سینه پیری که ناوک اندازد. حذر همی کن از آن ناله سحرگاهی، که گر به کوه زند روزنی در او سازد. به وقت نیم شبی گر بگوید او الله، هزار همچو تو از خانمان براندازد. هزار جوشن پولاد اگر بپوشی تو، ز آه گرم فقیری چو موم بگدازد. هزار دشنه کشی دست و تیغ زهرآلود، برای گردن آن کس که گردن افرازد. متاز بر سر مظلوم ساکن ای ظالم، که دست فتنه ایام بر سرت تازد. درون سینه مجروح بینوا مخراش، بدان که روز جزا هست و با تو پردازد. پدران، مادران و کوچولوهای نازنین، از توجهتون به این بخش از برنامه سپاسگزاریم. دوباره برنامه امروز را به اتفاق بشنویم. Thank you.
شنوندگان ارجمند، هر روز دو بار و هر بار به مدت 45 دقیقه شنونده ما باشید. صبحا از 7 تا 7:45 بامداد روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7460 کیلوهرتز و شبها از 10:30 تا 11:15 به وقت تهران روی همان موج کوتاه یعنی 41 متر و برابر با 7480 کیلوهرتز. مروری در گلزار آثار آیین بهائی. این مناجات از حضرت عبدالبهاست. هوالبها ای خدای مهربان، این نوگل گلستان محبت را از شبنم عنایت تر و تازه بفرما و این تازه نهال بوستان هدایت را به تربیت باغبان احدیت پرورش ده و این شاخ سبز را در گلشن الطاف مزین به شکوفه و برگ کن و این دردانه معرفت را در آغوش صدف رحمت بپرور. ای خداوند، هر مستمندی را توانگر نما و هر دردمندی را درمان بخش، هر فقیری را به گنج روان دلالت کن و هر اسیری را از زنجیر قیود آزادی بخش. توی توانا و بینا و آگاه و شنوا، تأیید احسان نما. دوستان و شنوندگان ارجمند رادیوی پیام دوست، عزیزانی که با لطف و محبت خود ما را در رسالتی که به عهده داریم یاری می دهید از طریق تماس های پرمهرتان و پیشنهادات صائب و ارزنده تان، خدا نگهدار. ای دوست، در روزه قلب جز گل عشق مکار.